با عرض سلام و ارادت حضور همه بزرگوارانی که در این گروه حضور دارند، من الان مجبورم که یک واقعیت رو با همه شما عزیزان در میان بذارم و عاجزانه و خالصانه از همه شما عزیزان درخواست کمک میکنم، درخواست کمک فوری 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 در شهر مقدس مشهد در کنار جوار با برکت حضرت رضا علیه السلام. فاجعه خیلی بزرگی در راه است که تقریبا اتفاقش افتاده و اون سیل بسیار بسیار زیاد بیماران مبتلا به کووید هست که دیگه ما هیچ به هیچ وجه جوابگو نیستیم، نه نیروی انسانی داریم اندازه کافی و نه جا داریم و حتی برانکار بر انتقال بیمار نداریم. فوج بیمار وارد بیمارستان قائم میشه، همینطور بیمارستان امام رضا، شاید الان بیمارستان قائم، بله هر حال برای اینکه ظرفیتش کمتر هست و نمیدونم چه تصمیم بوده که هر دو بیمارستان به یک اندازه مریض بخوابونن و هر حال هر دو بیمارستان درگیرن هم به بیمارستان ها. ما الان در بیمارستان قائم که من خودم چون اونجا دارم کار میکنم، بیمارستان امام رضا هم بلد که مدیر گروه هستم با خبر هستم، ما برانکارد برای انتقال بیمار نداریم، ما برانکارد برای انتقال جسد نداریم که حتی بعضی بذاریم و جسد بذاریم روش به آمبولانس منتقل کنیم، سرام نداریم، جا نداریم، تخت نداریم. من زمان جنگ هم تو بیمارستان کار کردم، در زمان ابتدای ورود جنگ، ولی اون موقع هم اینقدر ما تا جایی که یادم هست مشکلات نداشتیم به این شدت، چون این شدت کمبود تو مملکت نداشتیم، هنوز ابتدا بود و همه آبادی ها خیلی زیاد بود در اون موقع و مریض ها مریضای عفونی نبودن که بخوان جدا باشن، ماسک مثلا پزشک و همکارا باید بزنن، یه مقدار رعایت کن، در صورتی که دیگه هیچ جای رعایتی نیست، ما همینطوری میریم داخل بخش و همینطوری میریم بالا سر بیمار، فقط یه ماسک لاجونی میزنیم، دیگه اغلب پرسنل بالا دستکش هم دستشون نمیکنه، اصلا دستکش هم حتی ما نداریم، خیلی 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 وضع خرابه. اگه به داد مردم نرسیم واقعا فکر کنم یک کشدار عظیمی باقی خواهد بود که در تاریخ خواهند نوشت و آیندگان ممکنه بعد در روی ما قضاوت. تازه از بیمارستان اومدم، من با حال این جوانهایی که دارن کشته میشن دارم افسوس میکنم، همه عزیزان یک خانواده هستن که پناه میارن به ما، ما الان اکسیژن نداریم بهشون برسونیم، فشار اکسیژن در بیمارستان قائم بسیار بسیار پایین هست، یک کاری باید بکنیم، یک کاری بکنیم بالاتر از هر کاری، اگه میخوایم امام حسین کمک کنه، اگه میخوایم دین اسلام زنده نگه داریم، الان به این مسلمان ها برسیم، به این مردم فقیر و بیچاره هر چیزی که شما فکر کنی بهشون برسونی، واقعا عزیزانشون دارم میافتن رو زمین، آمبولانس جایی بردن بیمار به جسد نداره، حتی حیبات به تو ترافیک آمبولانس ورودی به بیمارستان و خروج از بیمارستان داریم، ما همه بخش های اساسی و واجبی که باید در بیمارستان قائم باشه همه رو خالی کردیم، امروز بخش NICU یعنی بخشی که نوزادان NRS و دنیا میان اونجا اونم خالی کردیم، شما ببینید کار ما با کجا رسیده، اصلا نمیدونید بخش های همه اعمال جراحی رو تقریبا بستیم درشون، هیچ مریض دیگه نمیخوابه، حالا اون مریض های بدبختی که نمیتونن اینجا بخوابن کجا میرن، مریض های بدون پول بدون بودجه که حتی بیمارستان خصوصی شاید نمیتونن برن کجا، الله اعلم، ما هیچ مریضی نمیتونیم، مریض سرطان تای زنانم که بال خورشته خود یا بقیه رشته همه تعطیل شده، بخش قلب رو دادن تعطیل کردیم، بخش جراحی تعطیل کردیم، همه آیسیو یعنی همه در اختیار بیمار کرونا است، بخش جراحی زنان رو تعطیل کردیم، بخش هر بخش داخلی ها همه پر از مریض کرونا است و امکانات نداریم، همه آسیستان های ما از همه رشته ها مثلا آسیستان زنان سال اول که این بچه ها اومدن اینجا مثلا تخصص خودشون بگیرن همه کارا تعطیل شده، هیچ کدوم کار آموزشی ندارن، همه دارن شبانه روز تو بخش کرونا دارن جون میکنن. من کادر هیئت علمی الان من 6 تا آسیستان زنان ما همین الان کرونا مبتلا هستند، استاد ما با کرونا استاد زنان میگه از همه رشته ها، هیچ خستگی مفرد
سرگردانی، افسردگی شدید کادر درمان، درماندگی و واماندگی ماها هیچی نداریم. ما واقعا خواهش میکنم هر کدوم هر کار میخواییم بکنیم الان به نجات مردم بشه داریم. اگه پولی میخواییم خرج کنیم، اگر میخواییم نوحه بخونیم، اگر میخواییم سینه برای امام حسین بزنیم، سینه برای این مسلمانایی بزنیم که دارن پرپر میشن، یک کاری بکنیم. الان وقت رسیدن به این کاره. امام حسین خودش قیام کرد، کشته شد، خودش در اول صفحه اول کشته شدگان رو رفت جلو برای قیامش. خواهش میکنم شما که همه مسلمان های واقعی هستی، الان به داد مردم برسید. گرسنگی، بیکاری، بدبختی هاشون یک طرف، این کشته شدنشون مرده، این کشته شده است، این کشته شدنشون یک طرف. ما دیگه نمیتونیم همه کار میگه چقدر ما جون ده، همه هیئت علمی، همه پزشکا دارن تلف میشن، تلف میشن، چون اغلب بارم رو دانشگاه هست دیگه. کید مجدد یک عضو هیئت علمی بخواد برسه به یک درس بخونه و بخونه و بخونه و بخونه تا به اینجا برسه. این سرمایه های عظیم و عظیم مملکت به زود راحتی که نمیشه جاشون گذاشت، همه اینها از بین دارن میرن. رزیدنت خانواده هاش اومدن به سر من فریاد میزن، خان دکتر آسیستان زنان ما آمدیم که رشته زنان بخونه، چرا همش تو کووید؟ بچه من تا دیروز 10 روز توی بیماری کووید بوده، از رخت خوابش پا شده اومدید شما سفارش داشتین از تو خونه برده گوشیش تو بخش کرونا، 70 تا مریض تنهایی بود ویزیت کنه. من نمیتونه این بچه، راست میگه مثل بی داشته این خان دکتر، ما میلرزید تنش که میگم چرا میلرزی؟ میگه من هنوز مریضم. ولی همین باید داره مریض رو ببینه. شما اصلا تصورش هم مشکلی تا کسی نیاده به چشمش نبینه و روز کادر پزشکی نباشه نمیتونه بفهمه یعنی چی. به داد ما برسید، به داد مردم برسید. خواهش میکنم هر کدوم هر که از دستون برمیاد انجام بدید. واقعا فاجعه عظیمی هست، این همه آدم بمیرن به خاطر بیماری. واکسن نباشه به اون صورت، همه جای شهر من، پسر خود من هنوز واکسن نتونستم بهش بزنم، نیستش مثلا میگه نوبتش نشون 27 سال. حالا هر کسی، همه اعضای خانواده ما همشون کرونا گرفتن، از اون پسرم، از اون پسرم بگیرن مثل بقیه مردم. میگه من تافته جدا بافتم، همه هستیم، ما همش تو بخش کرونا هستیم و از پس مردم بر نمیاییم. نمیدونیم چه کار کنیم، نمیدونیم چه کار کنیم. جلوی در بیمارستان مریض میفته زمین، من همچه چیز چشم عمرم ندیده بودم. زمانی وبا هم بود قبل از انقلاب زمان اینجوری مردم نمیمردن. یه کاری بکنید، هر چی بودجه دارین، هر کاری که میخواییم بکنید برای نجات جان مردم بیاین انجام بدید. اگه دو تا کپسول اکسیژن میتونیم بخریم بردارین بیاین بزنید، اگه دو تا برانکار میتونیم بیاین، اگه نیرو دارین بیارین.